پس از فتح ایران توسط مسلمین، ایرانیان به ستو آمده از ظلم و جور ساسانی، از دین نوظهور استقبال کرده و برای پیام عدالت گستران آغوش گشودند. مدائن یکی از مراکز تمدن و پایتخت پادشاهی ساسانی بود که ساکنان ایرانیش اغلب مسلمان شدند. بعد از شهادت علی ابن ابی طالب علیه السلام و حاکم شدن حکام ظالم اموی و زنده شدن سنت و فرهنگ جاهلی عرب، ایرانیان از تبعیض تفکر اشرافی و جاهلیت عربی بی‌نصیب نمانده و به موالی مشهور شدند. موالی یعنی بردگان آزاد شده که اعراب آنها را جزو مایملک خود پنداشته و آشکارا حق شهروندی را از ایشان سلب کردند. عنوان موالی به ایرانیان مسلمان شده نوعی تحقیر نجات پرستانه بود که می توانست آتش خشم و نفرت آنها را برافروزاند و زمینه را برای یک قیام عدالت خواهانه فراهم سازد. عده‌ای از ایرانی‌ها در یک تشکل نجات پرستانه با اعراب به ستیز برخاستند و به اهامر معروف شدند و چون اساس مبارزه ایشان بر تفکر برتری نجات بود، موفقیت چندانی به دست نیاوردند. عده دیگر از ایرانی ها پیرو مکتب عدالت گستر امام علی شدند و همچون سایر شیعیان از احیای سنت های جاهلی توسط حکام اموی سخت متعلم بودند و مترصد فرصتی مناسب ماندند تا بر علیه نابرابری نوظهور قیام کنند. پس از واقعه خونین کربلا، مختار ثقفی به پشتوانه همین ایرانی های شیعه و به نیت خونخواهی از حسین ابن علی علم قیام برافراشته و از آنجا که به وفای کوفیان امیدی نداشت، نقش اصلی در قیامش را به عهده ایرانی ها گذاشت تا جایی که کیان ایرانی ملقب به کیسان ابو عمره، یکی از سرداران اصلی قیام مختار و یکی از ارکان آن شد و اغلب مسببین فاجعه کربلا را به سزای اعمال ننگینشان رساند. خبر آهر غوف سر کله حریفت پیدا شد، آن سوی شد ایستاده بود و بو میکشید. غلط نکنم ردمان را زده. طرف خیلی بد پیل از هرمله، قسم خوره تا تو را شکار نکند پیش مختار نرود. شطور در خواب بیند پنبه دانه، از سماجت این خرمگس مجوس خوشم میاند. بعد از کشتن شمر خیلی باد کرده، نمیخوایی بادش را بخوابانی؟ حوصله کن، کاری کنم که اسم هرمله را بشنود، خودش را خیس کند. محدوده مخفیگاه هرمل است. شامه تیزی داشته باشید و بو کنید، بوی هرمله را میفهمید. هرمله برای فرار از حصار همه جانبه ما چاره ای جز این راه ندارد. هوشیار باشید. خیالت راحت امیر، در حوزه من جا پای هرمله دیدی گردنم گرفت. نگران نباشم، حواسم به مورچه و گنجشک هست.
هرمله که خودش خسته است. کیان ایرانی با همه باد و بروتش انگوش کوچک تو هم نمیشه، به شرطی که مثل قول و قرار ما عمل کنی. من میروم تا ضربه را به قلب این مزدور ایرانی وارد کنم. نیست از راه شد برمیم. هر ملعه راه آب بسته از هر روز. این پهلوان پشم ایرانی به خیال خام خودش عوض کرده در آبهای عربی نهنگ سید کند. قادسیه را فراموش کرده. حاجت دل برآورده میشد. امروز من و تو در قفس رویاهای من بودیم، یک قلد و قلد بازی میکرد. دلت میخواست قالیچه سلیمان نبی را داشتیم؟ سوارش میشدیم و پشت بام هر خانه‌ای که دلمان میخواست مینشستیم. قالیچه سلیمان راست بوده هر ملک. راست و دروغ قالیچه پرنده را نمیدانم، اما میدانم که جهل جماعت راست است. بسیار خوب هرمله، فهمیدم که فهمیدی. آر رو اور نکن تا صدا به صدا برسد. منم جان ایرانی، یا به قول شما کیسان ابو عمره. نام کشندگ شمر برای دی بزدل نام پرآوازه ترسناکیست، اما من هرمنم. هرمله کاری نکن ثابت کنم کیسان ابو عمره تبل میان توهیست. بخواهی به تعقیب من ادامه دهی چنان داغت کنم که تا زنده ای بسوزی. من آمدم که بسوزم، یا آتشم بزن حیوان. در قاموس تو مردانگی یعنی حرف موف. تو مرد بودی تیر به گلوی کودک شیرخوار نمیزدی. آهای، هر کس در کنار هرمله طفل کاهل اسدی بماند و به این قول کودک خار کمک کند مهدور و دم است. اتمام حجت کردم تا در محکمه عدالت مختار عذری نداشته باشی. با احتیاط حمله میکنی نزدان، زنده هرمله بیشتر میارزد تا مردش. دشمن پشت سر ماست. عقب بکشید، عقب بکشید. امین، دشمن در پس و پیش ماست. عقب بکشید زود. با دم شیر بازی میکنه ایرانی. یزدان، پشت و پیش را استتار کنی. با نیمی از افراد حمله میکنی. چرا با همه توانمان حمله نکنیم امیر؟ وقت هنگ است یزدان. میترسم نامرد باز هم از چنگ من بگریزد. بجام جسارت است امیر، خشم خود را مهار کنید. ما خود را استتار کردیم که هرمله نفهمد و غافلگیر شود. حال که فهمیده نیازی به استتار نیست. حمله این نیها دست و پاگیر شده، همه را از نفس انداخته.
بنا باشد پشت و پیش را استتار کنیم مشکل دوچندان می شود. امیر اجازه بدهند با آرایش موثرتری وارد عمل شویم. خود دانی هستان هر کار میکنی بجام. امروز باید شاخ این گل را بشکنی. حالا امیر ناهم بیا پایین زود بجنگیم. سرت به تنت زیادی کرده؟ قرار بود معطلشون کنیم که کردیم. حتما هرمله از حصار رد شده. بیا پایین. خبر؟ امن و امان. راه را باز کردم. با خیال راحت می توانید بروید. امیرتان شناگر قابلی است. شنیدم زیرابی می رود. مصمم است در داخل شد صیدت کند. معلوم شد کوسه های شد را نشناخته. یا الله برکت. قرار امشب را فراموش نکنی. ذلیل مرامت هستیم. مرده قول و قرارت. چه شود امشب؟ ارمابت کجاست پدر سوخته؟ شما که پشت کردید زدند به چاک. ای متقلب بدزاد دروغ به این آشکاری؟ حتما وردی خواند و پرنده شد و پرید. مال اون من پای هر نخ یک مأمور کاشتم. چطور رفته که کسی اون را ندیده؟ چه عرض کنم سردار، شما که هرمله را میشناسی. به جن میماند نامسلمان. موقع را نیایی زبانت را میبرم حرام سگش میکنم. هرمله کجا مخفی شده؟ زور داری حق داری حرف زور بزنی سردار. هرمله هیکلی دارد قد یک گاو. مورچه نیست که زیر ناخن پنهانش کرده باشد. به خداوندی خدا هرمله گریخت. چطور شده مأمورانتون او را ندیدند؟ معمایست. غلام هرمله ای؟ بله سردار. چرا دست و پایتان را بسته بودید؟ هرمله بست که مباد خطایی کنید. شما چرا با هرمله نرفتید؟ او ما را تومه کرد که خودش بتواند فرار کند. چند نفر بودند؟ هرمله و هرقوس. خودش از اینجا تیر می انداخت و هرقوس از بالای آن نخل. ا
ما در همه دوروبر کمین داشتیم. هرمله پس از آمدن ما رفته بود، محال بود او را نبینند. به نظر من او پیش از آمدن ما رفته. تیراندازی به ما هم کار همین دو نفر بوده. مردک با هوش و کم خطایی است، ولی با گوشمالی میشه به مغارش کشید. آنها را با خود میبری. این همه نیرو، این همه تدارک برای دستگیری غلام سیاه و بچه ای. این خبر به گوش مختار برسد، آبرویی برایت نمیماند. که یزدان. بله امیر. این دو نفر را نزد امیر ببرید و کم و کیف واقعی را برایش تعریف کنید. شما نمی آیید؟ نه. چرا امیر؟ با چه رو در چشمان مختار نگاه کنم؟ شرم از چه میکنی امیر؟ شما که با هرمله رو در رو نشدید. میدان گریز فراخ بوده و گریخته، تازه دستمون خالی خالی نیست. شاید غلام هرمله مثل غلام میشم سر نخی شد برای به دامن داختنش. من خودم داوطلب شکار هرمله شدم. مهلت 2-3 روزه هم شده 10 روز و من هنوز دور خود میچرخم. احساس میکنم یه جای کارمان میلنگد. شما تا به حال کم خدمت نکردید. شرط و شروط بر اقدامات شما پاداش منصفانه نیست. میتوانید با سربلندی از خود و عقلتان دفاع کنید. کسی حقم را نخورده یزدان. شاید خودم حق خودم را خورده باشم. قضاوت این ناکامی ها با محکمه وجدان است. نیاز است با خودم خلوتی داشته باشم. بدرود یزدان. نرو امیر، لااقل تنها نرو، خطرناک است. هرمله مار زخمی است، ممکن است در کمین باشد و از پشت خنجر بزند. خدا کند حدس درست باشد. شاید با گریزهای جادویش میخواهد مرا تنهایی به میدان بکشاند. امید که چنین خیالی داشته باشد. چرا خود کیان نیامد؟ شرم حضور داشت امیر. فکر نمی‌کرد در ستیز با هرمله بازنده شود. نفهمیدی کجا رفت؟ قصدش چه بود؟ هرچه پاپیچش شدم نم پس نداد. بدجوری با خودش در افتاده. میترسم خدای نکرده کار دست خودش بدهد. به خصوص که هرمله هم سایه به سایه در تعقیب اوست. بروید لباس و باش برتن کنید و دور را دور مراقب کیان باشید. بن کامل، این مردک را زندانی کن، پسرش را آزاد. دیو قدرت کم کمک چهره فتانش را به رخ می کشد. چندی است که من خود شاهد دلبری های چپ و راستش هستم. روزی که کیان با سر بریده شمر آمد،
در عمق چشمانش برقی بود که مرا ترساند. منیت آفت ایمان است ابو اسحاق. فکر نمی کردم کیان دم به تله شیطان دهد و قدرت اقوایش کند. وقتی از یزدان شنیدم با خودش در افتاده امیدوار شدم. این که از ما دوری کرده معنایش خانه تکانی دل است. خدا نجاتش دهد. کیان مستحق آمرزش است. آمین. با هرمله چه کنیم ابو اسحاق؟ خودت مأمور دریدن گلویه نامردی. البته مراقب کیان هم باش. مباد فکر کند از اون امید شده این. هر وقت گره در کارت افتاد روی کمک من هم میتوانی حساب کنی. شاپره دستار از چهره بردار زود. معذورم برادر، نمیتوانم. عجب، رمز شب. رمز شب چه صیغه ایست؟ رمز شب صیغه محرمیت است بین افراد حکومتی. نامحرمان رمز شب را نمیدانند. رمز شب تاریکی است. تاریکی رنگ شب است نه رمز شب. دستار از چهره بردار تا طاقت نکردم. معذورم برادر، بیماری لاعلاجی دارم. نفسم واگیر است. ممکن است خدای نکرده شما را مبتلا کنم. پس جرمت سخت‌تر شد. مردک با بیماری لاعلاج واگیردار به عیان آمد و شد می‌کنی تا مسلمین را گرفتار کنی؟ نه به جان عزیزتون. سر شب دل شکسته بودم و ملول و مایوس. به مسجد رفتم تا شفا از خدا بخواهم. سر به سجود نهادم که از خود بی خود شدم. وقتی خادم مسجد صدایم کرد فهمیدم که شب شکسته و سحر نزدیک است. خر خودتی، شنیدی امیر کوفه مختار است و بازار علی دوستی و علی پرستی داغ؟ قصه ای بافتی که ما خوش خوشانمان شود. هان، مقصودت را نفهمیدم. چه قصه ای؟ احمق، اویی که سر بر سجود می نهاد و از خود بی خود می شد و تیر از زخم پایش بیرون می کشیدند و نمی فهمید علی بود. بله البته. این چه ربطی به عرایز بنده داشت؟ ربطش را به زودی می فهمی. کتوالش را ببندید. برو. به چه جرمی برادر؟ این روزها قاتلین حسین به ظاهر علی دوستان در می آیند تا با لتای فلحیل مجریان قانون را بفریبند. شک ندارم تو یکی از همون حیوانات. او را حبس کنید. دستم به دامنت سردار. مرا حبس کنید میمیرم. شیشه عمرم را نشکنید. رحم کنید. حسریگی به کفش داری که التماس میکنی. حبس ترس ندارم. شناسایی شدی آزادت میکنم. تا شناسایی شبم هفت کفم پوساندم. رحم کن سردار. چنانچه قرق شکستم قرامتش را میپردازم. من آدم بی‌بضاعتی نیستم. مسروقه که نیست؟ به همان خدایی که می‌پرستی نه؟ طیب است و طاهر. چقدر می‌دهی؟ چقدر می‌خواهی؟ تو چه فرمودی شکر خدا توانگری؟ تو کرمت، هر چقدر بیشتر بهتر. ما هم زن و بچه داریم. شب تا سحر سکتو میزنیم تا مسلمین آرام بخوابند. هر چقدر بدهی جای دوری نمیرود. توف این همه بی غیرتی و خیانت. نمک نشناس. امانت داری یا امانت خار؟ منم کیسان ابو عمره. تا
تازه میفهمم چرا مجرمانی مثل هرمله در کوفه جولان میدهند و ارزندام میکنند. تا شرط رشوه خوار باشد و دزد، امثال هرمله را چه باک. عفو کنید امیر. آی الله شبگرد بیست. من الله شبگرد نیستم سرباز، امیرتم. نامم کیان است، ملقب به کیسان ابو عمره. فلک زده، کیسان ابو عمره طبق عادت هر شبش ساعت پیش به منزل رفتند. کیان سخن کنی تا از بود در آید. کیان به مدتی خلوت و تنهایی نیاز دارد، مراقبش باشید. میترسم این بود تو این سکوت دیوانش کند. نترسی هستم، در مرام حسین صبر بر مصیبت اجر جهاد را دارد. Kiyan var idi o
پسرم، خدا میداند که برای من تو و مختار با هم فرقی ندارید. غم تو غم مادرت دومه و غم برادرت مختار است. نیامدم منعت کنم که غم نخوری و بیتابی نکنی. داغ زن و فرزند جانکاه است. همه ما در نوبت مرگ ایستاده ایم. حضرت عزرائیل با کسی تعارف ندارد. از مادرت میشنوی اجازه نده این داغ جگرسوز خانه نشینت کرده کمرت را بشکند و دشمن شادت کند. این هم یکی از اسرار عشق است که در هجران خانه می کند. شیرین از قصر گریخت تا به آنچه دلش می خواست برسد. آهای شاه بانوی ایرانی، بغچت را ببند. زین پس به کوری چشم اشرافیت جاهل عرب که نژاد ایرانی را تحقیر می کند قصر نشین شهر کوفه می شویم. یعنی چه؟ یعنی اینکه از این لحظه همه امرا و سران قیام مختار به اتفاق عهد و عیالشان ساکن قصر کوفه می شود. این فرمان امیر مختار است. بچه شدی کیان؟ واقعا خوشحالی؟ خیلی خوشحالم شیرین بانو. انقدر خوشحالم که دلم می خواهد جار بزنم تا صدایم به گوش همه اعراب بخیل نجات پرست برسد. سال هاست که جاهلیت عرب نجاد ما را تحقیر کرده. امروز نوبت ماست که بتازیم. چرا ترش کردی شیرین جان؟ کیان، تو هر وقت با کینه از نژاد عربی و ایرانی حرف میزنی مرا میترسانی. تو شیعه علی هستی، پیرو علی دم از تعصبات قومی و نژادی نمیزند. میدانم شیرین، باور کن دست خودم نیست. سالها تحقیر و توهین و زجر و شکنجه وادارم کرده تا شادمانیم را ابراز کنم. من مثل کودکان به خود ببالم که گاه اسارت تمام شده، گاه آزادگی و سروری است. برخیز، هرچه زودتر باید خانه نو کنی. خیلی از زنها آرزو دارن خانه‌ای مثل قصر داشته باشن. شاید باور نکنی کیان، من حاضر نیستم خانه پر از صفای خودمان را با قصر عوض کنم. ما را چه به قصر نشینی؟ شیرین، مصلحت قیام حکم می کند. ما ناگزیریم مدتی قصر نشین شدیم. کدام مصلحت کیان؟ شماها مدعی هستین قیامتان رنگ و بوی علی را دارد. علی قصر نشین بود؟ من ایدرکم رو کشتم. وای خدا به دور، بیچاره خود شده. آرام باش کیان، تو به تکلیف خود عمل کردی. چرا فکر میکنی مقصری؟ یعنی چه کسانی؟ یعنی همه کسانی که به بهانه خونخواهی حسین طالب حکومت بودن. پس معلوم شد خون همه شهدا به گردن مختار است. من با مختار کاری ندارم. من نقدن یقی خودم را چسبیدم. مصیبت امروز من کیفر اعمال من است، درآمد انحراف از صراط مستقیم. بناداری از مختار جدا شوی؟ میخواهم از شیطان درونم جدا شوم. خبر استعفای کیان برای مختار کمر شکن است. دومه جان،
دادن این خبر به مختار دست خودت را میبوسد. اتفاقا مختار باید خیلی هم خوشحال شود. او به خاطر رفاقت با ایرانی ها کم تاوان نداده. پشت سرش هم خیلی حرفا هست. کیان برود، بزرگان عرب با دولت مختار آشتی میکنند. تو کی میخواهی دست از دشمنی با ایرانی ها برداری نوریه؟ کیان و مختار دوست و همرزم قدیمی هم. از جوانی با هم بودن، نمیتوانن دوری هم را تحمل کنن. خودت که شنیدی دوم جان، اون مختار را مقصر میداند. خجالت نمیکشید خون زن و بچهش را هم به گردن مختار میانداخت. استغفار کن ناریه، کیان داغ دیده، بیمار است و تبدار. اگر حرف نامربوطی زده باشد دست خودش نیست. ای خوش خیال. چی شد دومه؟ کیان در چه حال است؟ کیان ضربت هولناکی خورد. توقع نداشته باش به این زودی کمر راست کنی. کیان بچه نیست دومه، او عمری مجاهدت کرده، سرگرم روزگار چشیده. کسی که درک آشورا کرده باشد باید بتواند بر این مصیبت ها غلبه کند. طول میکشد پسرم، باید مدتی در تنهاییش بماند تا داغ این مصیبت بر او هموار شد. مختار، کیان عزیزت استعفا کرده، نمیخواهد با تو همکاری کند. چرا؟ معلوم است، کیان داغ زن و بچه ببیند و مختار نبیند. این چه جور داوری کردن هستن؟ حقیقت تلخ است مختار. چه دلیلی دارد کیان به تو پشت کرده استعفا کند؟ مختار زن و بچه اش را کشته یا هرمله؟ اگر ریگی به کفشش نداشته باشد باید به خون هرمله تشنه تر شود، نه اینکه خودش را کنار بکشد. خاموش سیفه، عقرب زبانت همیشه کیان مادر مرده را گزیده. تا چه میخواهی به این دشمنی کور و جاهلانه ادامه دهی؟ اگر بگویم پشت کردن امروز کیان به خاطر سالها کینه توزی توست که اضافه نیست، برای چه باید کیان در رکاب مختار بماند وقتی مدام از اهل بیت مختار تحقیر و توهین میبیند؟ مختار، سر پر سرات بلکنت نیستم. میشنمی عمره، از وقتی پادشاه شده زورگوتر هم شده. من شک دارم تو یک ارزن محبت زن و بچه و خیشان را به دل داشته باشی. پدر و برادر از زیر دست و پای فیلهای ایرانیان له شدن و تو انگار نه انگار شدی عاشق سینه چاک ایرانی. تو که برای ایرانی ها همه کار کرده ای؟ تاج تختت را هم به کیان بده تا ببینی چطور خوشحال می شود و داغ زن و بچه را فراموش می کند. از خدا نمی ترسیدم این ضعیفه را سه طلاقه می کردم. مختار، کیان در رقابت با تو مغلوب شده. رقابت با من؟ بله، رقابت با تو. او با قبول مأموریت‌های خطرناک و دشوار می‌خواست خودش را قوی‌ترین مرد قیام معرفی کند. وقتی در جنگ با هرمله شکست می‌خورد و زن و بچه‌اش پرپر می‌شوند، او خودش را گم می‌کند. او به تو و اهداف قیامتان شک کرده، معتقد است که مختار در مسیر قیام راه را گم کرده. این که قیاس محل فارغ است عمره. اگر کیان از مسیر مبارزه منحرف شده و به خاطر خدا شمشیر نزده، گناه مختار چیست؟ باید کمکش کنی مختار. فکر کن درد کیان درد دولت قیام است که هرچه زودتر باید درمان شود. کیسان ابو عمره کمر مختار رو شکسته. همه باد و بروت مختار ابو عمره بود که فستش درام. میخوایید با یک خبر ناب عیشتان رو کامل کنم؟ نیکی و پرسش؟ سپید دم امروز در راه مسجد کوفه گوش و دماغ مختار را به هم دوختم. نه جان شما، بعید میدانم جان سالم به در برده باشد. چطور تا به حال صدایش را در نیاورده؟ صدایش در بیاید که شیرازه دولتشان از هم میپاشد. الان مترسک مختار به جای او بر تخت ریاست عراق عرب نشسته. مطمئنی خواب ندیده ای؟ من همیشه خوابهایم را زندگی کردم. از سرعزای امیر عجمان گلوی تازه کنیم.
بیا بنوش هرمله. من نخوردم هستم رفیق. در میدان شکار صیاد کار کشته آبرویش را با قدحی می معاوضه نمی کند. می خواهی تیرم به خطا رود و شکار بریشم بخندد؟ انگار گوش دیدن. خب هرمله دیدن قومش. قومش را زدی هرمله؟ مادر تره این عجب است، مختار شاه را در میانه میدان میبینم. فکر نمیکردم دل از تخت شاهی بکنی و به میدان بیایی. مرام پهلوانی را شرط و شروط مبارزه کردی. یک خنجر تو، یک خنجر من. حال که از نام حسین برای خودت برج و باروی ساخته ای و تاج و تختی به هم زدی، حیف است ندانی حسین در عاشورا چه ها کشید. حداقل کاری را که من با حسین کردم بشنو، بعد بمیر یا مرا بکش. وقتی که تشنگی بر اردوی حسین غالب شد و کودک 6 ماهش به میدان آمد، او را بر سر دست بلند کرد و فریاد زد. ببر صدایت را، من اون فرمودید امیر. من مختارم کیم، رفیق سالهای غربت و عزلت. دلهای ما را عشق علی به هم گره زده. خوش غیرت در مرام علی. امیر باشی یا اسیر، شاه باشی یا گدا، شرط برا زندگی عشق به اوست. دلتنگت بودم.
خوش آمدی مختار. ناخوش نباشی رفیق نیمه راه. مختار و کیان چه باشند و چه نباشند، راه و مرام علی زنده است. تا کی میخواهی سیاه بپوشی و به تعزیت بنشینی و از ما دوری کنی؟ نمیدانم مختار، من نه برای شیرین شوهری کردم نه برای حیدر پدری. زندگیم سراسر سفر بود و خطر. کاش یک بار شیرین لب به شکفه میگشود. او خانه نشین زیاده خواهی من شد و دم نزد. از این میسوزم که شیرین و حیدر قریب کش شدم. حتی صدای آخشان را کسی نشنید. کاش هرمل مرا میکشت. من باید تقاص پس بدهم. خون زن و بچم برگردن من است که آتش انتقام داشتم. تشکی که در حقانیت راه خوب است تا جایی که به کفر نکشد. اهل بیت تو قریبتر از اهل بیت حسین بودند. ظلمی که به تو شد در مقابل ظلمی که بر مولای من حسین رفت کاه است در مقابل کوه. هر کس در این راه مقربتر باشد از باده بلا بیشتر می نوشد. به خدا قسم در تمام سالهایی که با ظلم و جور جنگیدیم اگر یک بار غبطه خورده باشم همین است که تو داغ زن و فرزند دیدی و مختار ندید. تو در حال حاضر از همه ما به حسین نزدیکتری. چطور دلت می آید راه کش کنی بی انصاف. خوش آمدی یبن هار. بلاشک اقدامات متعبرانه تو و یارانت ارکان دولت مختار را لرزانده. زین پس تو یکی از فرماندهان ارشد و مشاورین خاصه دولت بنی زبیر. ممنون جناب مصطفی. رویای خوشم این است که در رکاب شما بتوانیم بساط کذاب ثقفی و دولت قلدر معابش را برچیم. به فضل خدا بر میچینیم.
خبر بنبهار؟ از جسر اکبر حرکت کرده در حرورا اردو زدند. من هم همان سیاهی را دیدم که ابو عمره پیشتر دیده بود. از سیاهی سپاهشان باکی نیست بنبهار، باید مراقب نیرنگشان باشی. تا حرورا چقدر فاصله داری؟ دست کم دو منزل. تا یک منزلی دشمن پیش می رویم. سپاه مختار در حرورا اتراق کرده و در حال برپایی اردویند. فرمانده آنها فردیست به نام احمر ابن شمید که از مشاهیر کوفه و جنگجوی بنام است. بن شمید ناماشناست. تعداد لشکریانش را چقدر تخمین میزنی؟ سیاهی که من دیدم قریب 20,000 نفر. 20,000؟ درست شنیدم؟ به نظر حقیر امیر در مقابله با مختار چنته پرتری دارد. جناب محلب در باطل کردن سحر مختار و باز کردن کورگره های جنگی یگانه ی روزنامه است. وقتی عمده لشکر مختار عجمند، بن شمید فرمانده عاقلی باشد، باید مطابق سلیقه و مهارت لشکرش نبرد کند. خب به جمالتان امیر، قوای مختار سلس قوای ماست. ایرانی ها در چنین شرایطی سر در لاک می کنند، مثل لاک پشت دفاعی می جنگند و نه هجومی. علل قاعده باید دور تا دور اردوگاهشان خندق حفر کنند. کندن خندق نیمی از توانشان را مستهلک می کند. شما فرض کنید با 10,000 مرد جنگی طرفید. لشکریان خودی بهتر است دور تا دور اردو را به شیوه جنگ احزاب خندق حفر کنیم تا از هر حیث ایمن باشیم. فکر بدی نیست. نظر تو چیست ابو عمره؟ هرچه نباشد حفر خندق یک شیوه جنگی است که مختص ایرانیان است. من فکر میکنم جناب ابن بهب قصدشان مزاح بود. من ذاتاً شوخ طبعم، اما در باب حفر خندق مزاح نکردم، چون یقین دارم با حفر خندق دشمن را فرج میکنیم. حفر خندق آن هم در این بیابان پتوپن؟ ابداً مصلحت نیست. جناب ابو عمره، آیا برای مخالفت کردن دلیلی هم داری؟ اولا حفر خندق یک شیوه دفاعی شهری است. در بیابانی که دشمن میتواند میدان نبرد را دم به دم عوض کند، حفر خندق مانع بیهوده است. ثانیا حفر خندق یعنی قبول کردن قدرت دشمن. قبول کردن قدرت دشمن یعنی دو برابر شدن روحیه آنها و متزلزل شدن روحیه لشکریان خودی. سالسن حفر خندق فرو رفتن در لاک دفاعی است، در حالی که ما آمده این بر دشمن هجوم کنیم. رابعا کندن خندق نیروی سپاه را هدر میدهد، سپاه را خسته میکند. سپاه خسته توان جنگیش کم میشود. خامسن کافیست ابو عمره،
من و هفت پشتم تسلیم شدیم. برادران، فکر میکنم ادله ابو عمره معقول است و متین. یبن وهب، به دیدبانت بسپار همه تحرکات دشمن را نو به نو گزارش کنند. به امید خدا هرورا را قبرستان دشمن میکنیم. چه اینطور غذا میخوری؟ چطور میخورم؟ با اشتها، با حرص و ولع. طعام برای مرد جنگی مثل تومه است برای شیر و گرسنه. باید به آن حمله کنید. تعبیر با مسمایی است. پس ما که با تومنینه غذا میخوریم مرد جنگی نیستیم. هر کاری فلسفه خودش را دارد. به وقت جنگ شجاعت، به وقت نماز اطاعت، به وقت قضاوت عدالت، به وقت امارت درایت، به وقت خوردن شقاوت، به وقت خفتن به ما نقل. رخصت یا امیر؟ فرصت یاب نهار. با اجازه. خوش اقبالید و خوش روزی. بسم الله، نهار میل کنید. نوشه جان، صرف شده. عذر تقصیر دارم، بعد موقع مصدق شدم. خبریست که فکر کردم باید بدون فوت وقت به سم مبارک برسند. لشکر بن شمعت طبق پیشبینی جناب محلب عمل نکرد. یعنی چه کار نکرد؟ دور اردویشان خندق نکنده و نمیکنند. چطور؟ ظاهراً بن شمعت مایل به حفر خندق بوده و کیسان ابو عمره رأیش را زد. مگر ابو عمره هم با بن شمعت آمده؟ بله آمده. چرا زودتر با خبر نشدید؟ چون یک به صد هم احتمال نمی دادم کیسان ابو عمره در رکاب بن شمعت مثل یک سرباز ساده حضور پیدا کند. معما اینجاست که چرا با وجود ابو عمره مختار فرماندهی لشکرش را به بن شمعت داده؟ حدس خودت چیست؟ اندک احتمالی میدهم ابو عمره مغضوب مختار باشد. به چه دلیل؟ تا جایی که من شاهد بودم، وقتی ابو عمره بعد از ضربت هرمل زمین گیر شد، تا مدتی به همه چیز و همه کس مشکوک بود، حتی به مختار و قیامشان. این شک بر مختار گران آمد. حال چطور کمر راست کرده و به حرورا آمده و مختار هم رضایت داده، خدا عالم است. پیر زیر کاسه پنهان کردند. آیه را خواندم. بهتر از این نمیشد. نقشه ای داری؟ نقشه ای که فقط جناب ابن حر از پسش برمیاد. دزدیدی؟ طلب
پدرت رو میخواهی؟ قسم رو برخون. باید ثابت کنی من زیندوستم. خانم از کلگی دوم نداشته. خوب شد؟ اسبت که زین نقره کور داشته. دوست زین منم سیریش. یقه رو برخون شر را بخوابان. کوری؟ این جماعت انقریب تیغ میکشن. خونی بریزد گناهش کردن توست. یا من دوستم که باید انگشتان دستم بریده شود. یا تو دروغ میگویی. شاید هم مزدور دشمن باشی. باید ثابت شود ریشه این فتنه از کجا. داری کردید. این بود رسم اطاعت از امیر عادلی که به قصاص خون امام مظلومتان با او بیعت کرده اید. مسلمان معصیت یک تن را به حساب نژادش نوشته از کوره در می رود و گلو پاره می کند به فحاشی. شیطان ابو عمره، در چشم بر هم زدن این شیطان ایمان این جماعت را جارو کرد و برد. چنان رگ عربیشان باد کرد که نزدیک بود خفه شوند. من شرمنده یه حتاکی این جماعتم. دشمنت شرمنده باد سردار. کسی که در برابر خلق و خوی جاهلی عرب ایستاده باشد سرفراز است، نه شرمسار. در عجبم عرب و عجب متعصب در لشکر خدا چه می کند؟ نجات پرست سرباز شیطان است. به دادم برس پهلوان جان، بس که فشارم می دهد انقریب استخوانهایم را بشکند. رهایش کن کاوه. فرار می کند کیان؟ برای فرار کردن دیر شده، رهایش کن. از کدام قبیله ای؟ از قبیله بنی همام. به قبیله هم چه کار داری سردار؟ من یک عرب دل سوختم، زخم خورده از جور اربابی که به اسم دین از من مثل خر کار میکشید. سرباز مختار شدم تا در رکاب عدل او بکوبم بر فرق بی‌عدالتی. چه خوب هم کوفتی. میدانم کار خوبی نکردم، عصبانی شدم. آدم عصبانی کود غریت است. وقتی عربی اسبی دارد و اسبش زینی که میشود به آن طمع کرد و زین اسبش را دزدید، یعنی جنگاوری است تمام عیار. باید در گردانی، گروهانی، دسته ای خدمت کند. عضو کدام دسته ای؟ دسته؟ کدام دسته؟ میخواهم بی‌نام‌ونشان خدمت کنم تا ریا نشود. واقعا از قبیله بنی هماری. حداقل حرمت نگه می‌داشتی، ما را مثل خودت خر نمی‌دیدی. اردوی ما خر تو خری نیست، هر کس بیاید و برود و هر غلطی دلش خواست کرده باشد. نه! 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 چه خبر شده؟ لال شدی تاغول؟ بگو قصد چه فتنه‌ای داشتی؟ بگو! مغول میایم، فقط چشم کشاد نکنید، نهره نزنید، دندان قرشه کنید، به پته پته میفتم. امیر جان، امیر. بسیار خوب، کسی صدایش را بلند نکند. قرار بود چه کنی و چرا؟ خریت کردم سردار، به تمام چند سکه ناقابل اخفال شدم. ابن اورق در به در از راه پدرم کرد. قرار بود با چند تن از افراد اشیرش لباس سربازان شما رو بپوشیم و داخل اردوگاهتان شویم و عرب عجم رو به جان هم بیاندازیم. عجب، تا کجا پیش رفتی؟ به عجم تهمت دزدی زدیم.
خونشان به جوش آمد و قیل و قالی به راه افتاد. نزدیک بود عرب و عجم هم را بدرند که جناب کیسان و ابو عمره از راه رسید و آتش خشم عجبان را خاموش کرد. رفقایت چه شدند؟ از قرار معلوم همه فرار کردند. چه شد که تو به تله افتادی؟ هرچی سنگ است مال پای لنگ است سردار. من اگر پای گریز عقل درست داشتم خامه این ابله هول در به در نمی شدم. معلوم شد پسر زبیر از جنگاوران سپاهش قطع امید کرده که به لشکر خال زنکای عباب سرکشیده فتنگر متوسل شده. نشانش می دهم که در این میدان هم چند تاش خالی است. گوش و زبان و چشمش را بستانید و روانه اردوی خصمش کنید. رحم کن سردار، رحم کن. شما به خدا نزدیک تری سردار. رحم کن، غلط کردم. من یک لشکر نانخور دارم سردار. رحم کن سردار. رحم کردم که جانت را بخشیدم. من رو بل کامل فلفور حکم را اجرا کنید. من یک لشکر نانخور دارم سردار. سردار بلو ببخ سردار بلو ببخ. من چند سردار خون دارم سردار. ممنونم ابو عمره. مثل همیشه درایت و کاردانیت باعث شد فتنه شوم در نطفه بمیرد. یبن شماید، در اردوی دشمن رندی مثل محلف حضور دارد که در تخریب حریفان استاد است. هر ندایی شنیدی بوی تفرقه میدهد. بدان از حلقوم دشمن بیرون شده. عراقی‌ها در اردوی ما چه می‌کنند؟ شاید از شور مختار به ما پناه آورده‌اند. خبر را نشنیدی؟ نه، طوری شده؟ می‌بینی که جاسوس ماست، لو رفته. این حیوان بی چشم و گوش و زبان قرار است جواب کدام معمای ما باشد؟ علاج شدنی نیست، خلاصش کنید. خورخورش همه را دیوانه می‌کند. برخیز بر کره چلاغ. زار ما تو را این باز که فرق ما قطعه است. آخیش امیر، اجازه هست شاکرین اظهار نظر کنم؟ اظهار نظر در چه بابی؟ در باب همین واقعی اسفبار و البته مزهک. مزهک؟ کجایش مزهک است؟ جسارت است آقازاده. یقین بدان عوام و ناس با شنیدن قصه این اعرابی گوش و دنبوریده به ریش ما و به ساده لوحی افکار ما میخندند. کسی به قدر یک ارزن مختار را بشناسد میداند راه انداختن دعوای عرب و عجم میان لشکر او مثل کوبیدن میخ در سنگ است. اون هم با حضور اژدهایی مثل کیسان ابو عمره. مضاف به این که دعوای بین عرب و عجم جایی کارساز است که دو طرف دعوا قدرتی یکسان داشته باشند. همه ما میدانیم که اکثریت لشکر مختار عجمانند، عرب در اقلیت است. برفرض نقشه لو نمی رفت و بین عرب و عجم نظام می شد، باز لشکر مختار آسیب جدی نمی دید. طرح دعوای عرب و عجم فکر من بود و جناب ابن حور مأمور اجرای آن شدند. به قول شما این مضحکه از هر حیث برای ما ضروری بود. هرچه دشمن ما و افکارمان را ضعیف و عوامانه ببیند به نفع ماست. چطور؟ از توضیحات بیشتر معافم کنید. بهتر از اسرار جنگی تا وقتی به نتیجه اصلی نرسیده پوشیده بود. کینه این جماعت شوتالیست هنقدر عرب عجم کنن تا ما را از چشم مختار بیندازن. شنونده باید آمد باشن. چه محلب محلبی چو انداختن. خیال میکردم اژدهای دو سر است که از یک دهانش آتش میآید، از یک دهانش سخنان اهر و آس. معلوم شد که این پهلوان پشمک مغز گنجش دارد. در لشکر مختار عرب از عجم جدا شدن بود که سر مرجانه مجال حقه به بنی زبیر نمیداد. محلب زیاده ناشیست. بدا به حال مصعب که گوش به دهان چون اویی دارد. چه عرض کنم؟ میترسم این قاقاهای شوم نطفه‌ای باشد و دیو بچه‌ای بزن. من حکومت عدل علی را دیدم. مختار بوی همان عدالت را میدهد. محال از تسلیم قاقاهای قبیله‌ای شود.
عجم فدایی مختار است. ما با جانمان بیعت کرده ایم. حقه محلب و مصحب مسحکه نخنما شده است. از این گوشپش رو از آن گوش بدرش کن. من باورم شد نظر امیر مختار درباره بنی زبیر حقیقت دارد. آنها پسر نحس تزویرند. باید به همه کردارشان شک کرد. احساس عجمان به مختار شبیه به رودخانه است زلال و جاری. به جوش و خروش در آیند، قادرند هر سد سدیدی را ویران کنند. پکری رفیق، جسارت احزی آمیر، من مثل شما فکر نمی کنم. در چه بابی؟ در باب عجمان. وقتی دست راست کسی مخالف فکرش باشد نتیجه چه می شود؟ مخ دستور می دهد بکوب بر سر دشمن، دست می کوبد در مخشه خود. به جد عرض می کنم یا امیر، احساس عجمان در باره مختار مبالغه است و شاید هم تملق. آنها مختار را می پرستند چون می دانند با او می توانم بر کهن زخمشان مرهم نهند. چه کهن زخمی؟ چه مرهمی؟ قادسیه برادر من، قادسیه. آنها فدای مختار شدند تا از عرب غرامت قادسیه را مطالبه کنند. استغفار کن مومن، خودت شاهد بودی و دیدی که در قوقای عرب و عجم که فتنه دشمن بود ابو عمره چه کرد. به شیوه ابو عمره می توانم به هزار و یک دلیل ثابت کنم که پشت عرب عملش رمزی خفته. عیار دشمن را فهمیدی؟ فهمیدی بن شمیت دژیست نفوذ ناپذیر؟ از چه روزنه به او حمله می کنی؟ از روزنه شرع مقدس دین. سفیری به اردویش بفرست که شرعیات خوب بداند و در جنگاوری پرآوازه باشد. سفارش کن بن شمیت را موعظه کند که در جنگ مسلمان کشی پیش قدم نشود. در خدمت هم امیر. عباد، اخبار اخیر را که شنیده ای؟ بله امیر، از شما چه پنهان خیلی تعجب کردم. توقع نداشتم محلب تیر به تاریکی بیاندازد. محلب تیر را درست انداخت عباد. حریف حریف باهوش و زهرداریست. بن شمیت ثابت کرد دست پرورده ی افسونگری چون مختار است. معاذا میخواهم سفیر صلح شوی و کاری کنی که بن شمیت بر شرعیات غلطش شک کند. امید که نزد امیر بی‌آبرو نشود. تو میتوانی عباد. بن شمیت مشاوری دارد به نام بن وهب که رگ عربی دارد. شنیدم همیشه با همند. احیانا غایب بود، شرط کن شاهد مذاکرات تو و بن شمیت باشد. برو. سمعا و طاعتا. حقیقتاً سفیر صلحی یا برای جاسوسی به اردوی ما آمده ای؟ جناب بن شمیت، من به شما اهانتی کردم؟ خیر. پس چرا شما به میهمانتان اهانت میکنید؟ ما به شما اهانت کردیم؟ من یکی از صاحب منصبان سپاه مصعبم. جاسوس خواندن من توهین به شأن و منزلت من نیست؟ جناب سفیر صلح، شما کوتاه بیایید. ایشان علم غیب نمی دانند و نیز علم ناسیه خانی، پس نمی توانند به پیشانی شما نگاه کنند و بفهمند که شما چه کارید. برویم سر اصل مطلب.
حرف حسابتان چیست؟ این جنگ به نفع مسلمی نیست. ثواب است با خلیفه زبیری بیعت کنید و مرتکب گناه کبیر نشوید. مرحبا مرحبا. حقیقتاً که دلسوزی برای امت واحده اجر عظیمی دارد. شما بفرمایید، ما و شما چرا علیه هم قشون کشی کرده ایم؟ چند تن از قاتلین پسر پیامبر در لشکر شما هستند، آنها را به ما تحویل دهید و ختم قائله کنید. تحویل دادن چند درمانده بیدفاع رسم مسلمانی نیست. دین مبین ما رأفت و رحمت دارد. سنت حسنه پیامبر را با اسرای جنگ مرور کنید، خواهید فهمید که طلب شما طلب باطل و حرامی است. به بهانه ی دو سه مجرم می‌خواهید خون کرور کرور مسلمان ریخته شود. به چه دلیل این دایی را تکلیف شرعی می‌دانید؟ سفیانی ها بارها با این ادله مزورانه شیعه را فریب دادند. شما بیهوده گلو پاره نکنید. ظاهراً تیرهای نامرئی جنابتان به سنگ خورده. بسای موسی در دست مختار است که اژدها شده و مارهای جادویت را می‌بلعد. مختار حریف کوچکی نیست امیر. او مشهور است به جادوگر میدان سیاست و معجزه‌گر میدان جنگ. قرار نیست به یکی دو تدبیر ساده ما مغلوب شود. ملوصف فکر نمی کنم تیرهایم به سنگ خورده. هنوز به ابن وهب نامی امیدوارم. کمی حوصله می خواهد و صبر. مسئله تو امیر، چرا با وجود ابو عمره که تا چندی پیش دست راست مختار بود، فرمانده سپاه حرورا را به جنابتان دادند؟ خب تشخیص امیر مختار بوده، حتما مصلحتی دیده که مرا برگزیده. گاه ساده لوحی شما مرا میترساند. ابو عمره روزی مرد نخست قیام بوده، فتوحات بسیار کرده، رئیس مأمورین خفیه مختار بوده. امروز سرباز ساده است در رکاب حضرتتان. این همه تفاوت برای شما بی‌معناست. فعل مثل چه معنایی؟ ابو عمره از چشم مختار افتاده، چون و چرایش را نمیدانم. به حرورا آمده تا کسب آبرو کند. روشن‌تر حرف بزن، کدام آبرو؟ ابو عمره در حرورا فعالیت جدی نخواهد کرد تا به مختار ثابت کند هنوز مرد نخست قیام است. شاید هم نقشه‌ای کشیده باشد که ما در حرورا به فرماندهی بن شمیت شکست بخوریم. تعارفی که پاره کردنهایش هم برای رد گم کردن است. غیر ممکن است. تو ذاتاً به عجم بدبینی. بدبینی و شک مرض هست، اما جرم نیست مومن. میتوانی با آزمونی ساده به یقین برسی.
داشتید امیر؟ حاضری پهلوان؟ ایتاوم امیر، به ویژه میدانم که به مسافه بن اشعث میدانم. میدانم ابو عمره، میدانم تو کشنده شمری. کسانی به دست با کفایت تو روانه دوزخ شدند که در قتل پسر پیامبر حریص‌تر از همه بودند. فقط به یک شرط تو را به مسافش میفرستم. چه شرطی امیر؟ پیاده به میدان بروید، نه سواره. اما افراد من در جنگ سواره بیشتر مهارت دارند. ابو عمره، به من اعتماد داری یا نه؟ بر منکرش لعنت. به شما اعتقاد نداشتم، در رکابتان بودم. تشخیص من این است تو و افرادت پیاده به میدان بروید قدرت بیشتری دارید. اما من اما بی اما بیمیلی به میدان نرا، من خود داوطلب میدانم. نه شیخ، شما در کنار امیر بمانید و نقشه بکشید. امیر به امثال شما بیشتر احتیاج دارند. به میدان می رویم امیر، پیاده می رویم. شوخی میکنی امیر؟ همان که شنیدی مهران، پیاده شوید. چشم، چرا در خشمی؟ حق داریم بدانیم چرا؟ حق تکلیفیست که خداوند مقرر کرده. ما مکلف به اجرای اوامر مافوقی. پیاده شوید. پیاده شوید. چرا پیاده؟ خیره داشتی پسرت را پیش مرگ خود نمی کردی. او جوان است با هزار رویا در سر. تو برای مردن سزاوارتری، گرچه پسرت هم زنده بودنش آفت است. خفه شو عجم مجوس. امروز به جرم همه خونهایی که از ما ریخته ای سر نکبتت را پیش کش پدرم می کنم. Thank you.
مهریه سنگی نیست. میتوانی قبول نکنیم. باد آباد. چیزی چشمان رو باب برند تفر از چشمی رو باب. میبخشید امیر، قرار بود بی اذن شما ترک موضع نکنم، اما نشد حریف آشوب دلم شوم. چه شده؟ چرا کیان پیاده به میدان رفت؟ چرا خبری از میدان نمی آید؟ کمی حوصله می کردی مومن، ابو عمره تازه به میدان رفته، خبر فتحش به زودی خواهد رسید. چرا پیاده رفت؟ به خاطر یک سوء ظن احمقانه. من هم دلواپس شدم. ببینم بهتر از تو و افرادت به کمک ابو عمره برمید. بله امیر. We'll be right back.
با خودت چه کردی اخوی؟ ابو اسحاق را دریاب برادر. مبادا مغلوبه خرس خالای خودی شود. تو چرا کیان؟ تو که از جهل خرس خالای متعصب عرب خبر داشتی، چرا تسلیم حماقتشان شدید؟ چرا از اسب پیاده شدید؟ یادت نیست